دوستان و همراهان همیشه یک کانال حسین از این MMA. درود بر شما، از بلگراد سربستان در خدمت شما عزیزان هستم. محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان 2023 دلاور کشورمون در دیدار نیمه نهایی حسن یزدانی کاپیتان تیم ملی کشورمون با دونده آبی در کشتی از ازبکستان قرار گرفته. شاپیف ازبک با دونده قرمز در کشتی میگیره، زیر خواه مثل همیشه به پا میرسه، مچ پا خاک داریم میره برای با انداز یا نه، سالون رو به وجه میاره. حسن یزدانی ترجیح میده تا داور سر پا بده، اینجا داور این کار انجام میده، دو بر صفر چرا میفته. در المپیک توکیو 2020 این کشتیگیر رو یک بار شکست داده حسن یزدانی. کشتیگیر دست و پا بسته نیی که اون بود داره آسیا، کشتیگیر روسی و لحظه و زکستان شاپیه. همچنان رو به جلو دستاش پرس و محکم کار میکنه داره برای کشم عمدن شاپیه از اونهایی تره، ولی دستای حسنی که داره حرفه‌ای کار میکنه، فنی تر، تکنیک تر، یه سرگردان برتر از حریفش. یک بار دیگه دست رو پار در لیم میکنه، حالا از کشم خارج میکنه، یک امتیاز میتونم به کشتیگیر ما بدن. چه کشم سه بر صفر میشه. حالا لحظاتی بیش امیر محمد یزدانی دیگر در اول جویباری ما به فینال راه پیدا کرد. حیات های یک پارچه تماشاچی عزیزمون که از جای اروپا خودشون رو به سالن رسوندن. یکی از پر افتخار ترین کشتیگیرهای کشورمون که حالا سابقه مدال های طلا و نقره برنز جهان المپیک از جهان پهلوان تختی هم بالاتر زده، امسال هم به امید خود اگر یک طلا بگیره یه رکورد دست نیافتنی برای خودش ثبت خواهد کرد. رکورد 60 ساله جهان پهلوان تختی رو پارسال شکست دلاور کشورمون، هم در اخلاق هم در کشتی اسطوره هستش. یک باری دستی که دو امتیاز میگیره، حالا میره برای بارانداز یا نه، یا مثل همیشه رها میکنه تا به سرپا ادامه. چونشی 5-3 یزدانی روحیه خوبی داره، امیدواریم که بتونه تیلور رو که تو کشتیاش دیدیم یه جورای خسته نشون میداد، دو سه تا کشتی اولش که تو 5 ثانیه 10 ثانیه ضربه کرد حریف رو، حریفاش اصلا انگار یه جورای گاپ‌بندی کرد، اصلا هیچ حرکتی نکردن. سطح جهانی حریف نمیاد به این راحتی شکست بخوره. نمیدونم نظر شما عزیزان چیه؟ بهتر کشتی ما قبل نیمه نهایش دیدیم سنگین و خسته نفس برمیده، یک پای دیگه زیر خم مچه پا بیرون تشک خاک میکنه، نه اشتیاقی برای بارانداز نشون نمیده. چه کشتی هفت بعد سه شاپیف کشتی روسی الاسد ازبک تا به اینجای کار حرفی برای گفتن نداشته، هرسی کنه یک بار هم تو المپیک توکیو این کشتیگی رو شکست داده، در این ثانیه پایانی 3 دقیقه اول نزدیک میشه. خب 30 ثانیه وقت استراحت و منتظر استراحت توصیه هایی که هجمان درست کار مربی زحمت کشه کشورمون سرمربی تیم ملی کشورمون به شاگردش خواهد داده میشه تاکتیکی در نظر میگرد. پس 3 دقیقه دوم البته فکر نمیکنم نیاز به تاکتیک خاصی باشه، میتونه یک کشتیگی رو شکست بده. عزیزانی هم که به تازگی به جمع ما پیوستید، کشتیگیر ازبک کاملا خسته نشون میده. عزیزانی که به تازگی به جمع ما پیوستید لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای بعدی عزیزانمون باشید. پیج اینستاگرام حسین از MMA، اونجا هم میتونید آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به عزیزانمون رو پیگیری کنید. خب منتظریم تا داور از سوت خودش بدن و اینجا این کار رو انجام بده. 3 دقیقه دوم دیدار نیمه نهایی 86 کیلوگرم قهرمانی جهان 2023 بلگراد سربستان در خدمت شما عزیزان هستم. کسی رو سه شاخ و سه هم یک کار میکنم بستیره که دو به جلو مثل همچه قرص و محکم مطمئن
لیدی را به فینال راه پیدا خواهد کرد و احتمال زیادی های بعدی به متفاهم میرسه. مثل همچه دستاش جادو میکنه این بشر، دستای جادویی حسن یزدانی واقعا حریفا رو گیج سردرگم میکنه. یه دو امتیازی از حسن گرفتن هم واقعا افتخار بزرگیه. در از گاهی حسن اجازه میده کشتیگیرهای دوتایی میزنن ولی بلافاصله بعدش لبخند میزنه و دوازده بر صفر کار رو تموم میکنه. یک بار سرچاق بسن یک کار میکنن واسه سنگین از حسن یزدانی، حرفی برای گفتن نداشت شاپیرف. یک بار دیگه زیر چشم بسته تو برگشت حسنی که تنبیهش میکنه و از کشک خارج میکنه، با امتیاز عالی کار رو تموم میکنه و تبریک میگیم در اول کشور بود. فینال راه پیدا میکنه، دومین چراغ فینال رو روشن میکنه برای کشورمون، در اول کشورمون حسن یزدانی. دوستان امیدوارم که دیدن این کشتی زیبا لذت برده باشید. منتظریم تا در دقایقی دیگه کشتی امیر حسین زاره در مقابل طه آکل رو ببینیم. یه نیمه‌نهایی سنگین در مقابل طه آکل. دوستان تا دو دیگه، بدرود.